بگو. چی بشه؟ این خالی بشه؟ نه نداره. میتونید نه نان ویزیبیلیتی شو مثلا آن ویزیبل بکنی، مثلا میشه دیتای داخلش نمایش داده نشه، ولی نه نان که بکنی جاشو از دست میده دیگه، زیری میاد میره جاش میگیره میشینه. آره مثلا این هم یه سولوشن بود، حالا بعد نیست. مثلا بیا میگم ریپیت سه مثلا وان فرگ، بیام اینجا سه همچه چیزی دارم میخوام. فرض کنید دوتا رو پاک میکنم میشه سه تا دیگه، این وسطی ها از بین بره. آره میشه بچه چندم؟ میشه پنجم. پنجم میاد اینجا مثلا برمیگردیم میگه که انتیج آف تایپ پنج میشه مثلا ویزیبیلیتیش آن ویزیبل یا هیدن. خب این هست، آخه جاش هست. جاش بخوای چی میخوای مثلا بزنی؟ عکس؟ نه میتونی مثلا میتونی اینجا یه عکس مثلا بخوای بزن، خب کاری نداره اون وسط مثلا آیتم چایلدش یه عکس بزن. نه ولی خب میتونی به این پوزیشن ریلیتیو بدی، به اون پوزیشن ابسولوت بگی بکشش بس. میتونی ولی با گیرید این کارا رو نکنید اصلا. اصلا کلا کارتون با گیرید برای ساختن همچین چیزهایی نباشه، چیزهای جالبی نیست اینجا. حالا بعدا میفهمید گیرید بیشتر به درد چی میخوره. خب من ریپیت رو گفتم، فرگمنت اینا رو هم اومدیم بررسی کردیم. حالا حتی مثلا اوتو میتونستید بذارید هر سه تاشون رو، من اوتو رو دیگه بهتون نگفتم، حالا بذارید بعدم نیست اوتو رو بده. مثلا من میذارم اوتو اوتو اوتو، چه اتفاقی میفته؟ یه کالمنه چی میشه؟ ستایی میشه. سه تا چون اوتو داره یعنی سه ستونه و همشون هم سه تاشون یکسانن. یا ریپیت سه اوتو یا فرگمنت مدل مختلف یا پیکسل، همه رو بهتون الان گفتم. خب بریم دیگه ببینم چی داریم که نگفتم. خب کالمز رو هم که الان من بهتون گفتم، بحث چیزی که اینجا هستش اوتو بذاریم یا فرگمنت بذاریم اینا رو هم اومدیم گفتیم. بعضی گرید گپ داریم، بچه گرید گپ، گپ که میدونی چیه؟ فضای خالی که درست میشن، یعنی یه گپ زیادی بینش افتاده، یه فضای خالی در واقع به وجود اومده. شما میتونید گرید گپ، گرید مثلا اینجا بزنید رو گپ، یعنی بین سطرها بیاد یه مقدار بیاد، مثلا بگیم 5 پیکسل. الان بیاد اینجا چه اتفاقی میفته؟ 5 پیکسل بین سطرها چی شد؟ فاصله انداخت. بعد میتونید از خود گرید کالمز گپ استفاده بکنید، اینم بگیم 5 پیکسل. چه اتفاقی میفته؟ بین ستون‌ها 5 پیکسل فاصله میفته. قشنگ شما میتونید گرید بندی کنید با همین خوشگلی و همین تر و تمیزی که دارید میبینید، یا یعنی اینکه اینا اذیت میکنه کلا از دستور گرید گپ استفاده بکنید بذارید 5 پیکسل، چه اتفاقی میفته؟ با هر ستون و سطر ستونش میاد همه اینا مقادیر رو میده. خب اینا مثلا گرید گپ بود که اومدیم مطرح کردیم. اینجا هم گفتم یه رو گپ و گپ و از این حرفا که اومدیم در واقع بررسی کردیم. این هم یه مثال دیگه بودی که در موردش گفتم، یه مثلا یه چهار ستون است و اینا هم بینشون فاصله است. بریم این یکی تو سراغ روز، بریم سراغ روز ببینیم روز رو چیکار میشه. که دقیقا همین چیزی که دارید برای کالم میبینی تمپلیت روز هم داریم. این اگه گفتی شبیه به چی میمونه؟ توی فلکس توی محور ایکسا داره حرکت میکنه دیگه، جاستیفای کانتنت است. خب حالا میخوام روز رو بیام در واقع بذارم، روز میشه همون الاین آیتم، شبیهش رو نه که حالا خودش بشه. گرید داش در واقع تمپلیت روز، روزش رو برمیگردم میگم خب بذار من اینجا هم اون چیزی که خودم دوست دارم بذارم، میگم سه
اوتو یا فرگمنت فرقی نمیکنه. اینجا برمیگردم میگم که ببین اولی باشه یک اف آر یا پیکسل به دستم، میگم اولین سطح بشه 200 پیکسل، دومی سطح بشه 300 پیکسل، سومی سطح بشه چقدر؟ 400 پیکسل. یعنی چی؟ اینا یعنی این سطح اول 200، سطح دوم 300، سطح سوم چقدر؟ 400. پس من میتونم این رو هم به سه تا سطح تقسیم بکنم و سطحاشو مقدار دهی بکنم، یا یک فرگ، دو فرگ، سه فرگ. این هم همینطور بیاد به این شکل بشه، یا بگید ریپیت سه اوتو، هر سه تاشون یکی، یا یک اف آر به این شکل. پس ما روزم تمپلیت گیری در واقع تمپلیت روزم داریم. حالا یکی برم میگرد میگه من دوست دارم این بشه 4 تا سطح. ببین باید آیتمات چی باشه؟ وجود داشته باشه که بتونه در واقع 4 تا روز بشه. حواست به این باشه، یعنی 4 تا در واقع سطح داشته باشه. شما 3 تا سطح بیشتر نمیتونی داشته باشه. چرا؟ چون آیتمایی که داری 3 تا 3 تا بس 3 تاست دیگه، میشه 3 در 3. خب من بیام بگم 4 تا چی میشه؟ میشه 12 تا. خب نداری 3 تای دیگر، بعد چیکار کنی؟ میزنی هیچ اتفاقی نمیفته، بعد چیکار کنی؟ بعد منتظر باشی که همچه دیتایی برات بیاد، حالا از سمت سرور که بیاد هم چیزی رو برات بسازه. پس عملا من اومدم چیکار کردم؟ میتونم اینجا ریپوتام رو بیام تعیین بکنم، میگم چند تا سطر دارم. معمولا کسی توی گرید روز رو نمیذاره، خب کار اشتباهیه. چرا؟ چون دیتا ممکنه شما سمت بک اند تا دلت بخواد سمت سرور داره دیتا تولید میشه، خب داره دیتا تولید میشه. خب شما الان اومدم گذاشتم برای مگه مقادیرشو گفتم 5 تا ستون باشه 10 تا ستون باشه، عملا این نباشم برای ما پروژمون کار میکنه. و برای ما چی مهمه؟ ایشون برای ما مهمه، برگشت برای ما مهم نیست. خب همینجا یه ذکر کنترل زد بزنیم، میزنیم و یه کنترل ایگرگ من بزنم. خب بیایم اینجا اینم بکنم سه تا و 4 تا سطر درست شد. خب قشنگ حالا به هر حال به این شکل این رو داریمش. خب اینم روز بود که بعد در موردش صحبت میکردیم. حالا میتونی فرگمنت بذاریم، میتونی اوتو ریپیت بذاریم، اما ریپیت 3 4 5 حالا چیزایی که بود میتونی در واقع براش قرار بدید. بریم سراغ چنج. حالا مثلا در واقع در مورد چنج گرید رو استارت و اندش و گرید کالمز در واقع استارت و اندش صحبت بکنیم. خب بریم ببینیم اینا چی هستش، چیکار میشه کرد. یه چیز واقعا به درد بخور نیست، ولی خب میتونیم ازش بهتون بگیم که حداقل بدونید چی هستش.